درود میفرستم خدمت همه شما دوستان عزیز. هنوز آغاز نکرده آریو عزیز، دیدم که از طریق پیپل 100 یورو کمک کرد. راستش خیلی سپاسگزارم. خیلی دوستان میگن چرا مثل بقیه رسانه ها مثلا هی دائم نمیگی کمک کنید؟ به خاطر اینکه واقعا نیاز مالی ندارم و این کمک های مالی بیشتر انرژی روانی به آدم میده. برای همین مثلا حد 10-11 برنامه در حد 2 ثانیه میگم اگه حال کردید در طریق پیپل کمک کنید، چون انرژی میده که آقا وقتی داری حرف میزنی یه فیدبکی داری میگیری و مثلا یه تعدادی هستن که اهمیت میدن به این برنامه. برای همین من به مانند رسانه های لس آنجلسی و رسانه هایی که امروز دکان درست کردن که بیان صحبت کنن و از مردم پول بگیرن نیاز مالی ندارم که بخوام دائم اینجا بگم آقا کمک مالی کنید در اینجا حرفا. این کمک های مالی هم که به میشه عموما خرج داستانه غیر از بحث زندگی شخصی خودم که البته بخشش هم خرج زندگی شخصی بعضی وقتا شده، ولی به هر حال دستتون درد نکنه. خیلی ممنون، سپاسگزارم. کمک میکنید نمیکنید، همواره سلامت باشید. دوست دشمن همه تندرست باشن، به خاطر اینکه شما وقتی تو کار رسانه اگه قراره که صداتون به جایی برسه نیاز دارید تعدادی حامی داشته باشید، نیاز دارید تعدادی دشمن سینه چاک داشته باشید که اینها همه با همدیگه از نگاه خودشون باعث بشن که سخن شما به هر حال پراکنده بشه. حالا چه میخواد دوست باشه چه میخواد دشمن باشه، به هر حال دم همگی گرم. خب دم دوستان 10 برابر گرم به خاطر انرژیای مثبت گستردهشون و دم دشمنان هم به گونه های دیگر گرم. امیدوارم صدا و تصویر خوب باشه. خیلی ممنون. من دیدم که آقای حسن روحانی برای اتفاقات برجام دوباره که حرفایی داشت میزد و خب الان میدونیم ما صحبت کردیم، البته برنامه‌ریزی گسترده‌ای تیم روحانی انجام داده، منتها چون برنامه اوله من فقط دوستان توییچ یه آمار بگیرم. صدا و تصویر خوبه دیگه، به قول آقای پول عقبیا بهشون خوش میگذره. و آقای حسن روحانی، بله همه میگن عالیه، آقای حسن روحانی در ارتباط با مسئله برجام، خب در ارتباط با مسئله انتخابات هم دارن برنامه رو میریزن، یه سخنرانی داشتن این هفته و گفتن آمریکا داره توبه میکنه. بریم ببینیم داستان چیه و ایشون چی گفته. من باورم نمیشه این آدم در این صد یا ما رو گذاشته، ایسکای ما رو گرفته یا ایسکای خودش رو گرفته، ایسکای یکی رو گرفته. به هر حال من صدا رو البته باز کنم که دوستان از طریق تلگرام هم بشنون، چون فقط دوستان توییچ میشنیدن. خب داشته بازگشت به تعهدات به معنای اون دینی و مصطلح ما توبه است. برای اجرای توبه آمریکا آمده توبه کنه، حلی من توبه داره میگه، آمده میگه آم من میخوام توبه کنم، من میخوام برگردم به برجام. حالا چقدر راست میگه چقدر در مقام اجرا خیلی حرفه، همینم هم داره دروغ میگه. ببینید یه زمانی آمریکا میگه من میخوام بیام مثلا پشیمون شدم برگردم، اون زمان ما پاسخمون با آقای حسن روحانی اینه که توبه مرگ یا توبه گرگ مرگه و چگونه تو میتونی به توبه یه همچین کشوری مثلا استناد کنی یا نمیفهمی داره مثلا استثمارت میکنه. استثمار یعنی خرید کردن، بهش میگن پروژه استثمار سازی، استثمارت داره میکنه، اینو نمیفهمی. ولی الان داره دروغ میگه، حتی آمریکا نگفته من پشیمون شدم میخوام برگردم. من دیشب براتون گفتم و برنامه‌شم منتشر شد، حتی یکی از مقامات وزارت امور خارجه آمریکا در ارتباط با همین مذاکرات وین گفتگویی داشته با بخش انگلیسی بی بی سی و من بهتون گفتم چیا گفته. دوباره یه بار دیگه سری میخونم چون مهمه تا بدونیم آقای روحانی چقدر داره دروغ میگه. و میگه که دیگه شرط ایران برای بازگشت کامل به تعهدات برجامی خود این است که آمریکا تمامی تحریم‌های دونالد ترامپ از سال 2017 رو برداره. این موضوع ممکن است گفتگوها رو با مشکل روبرو کنه. اینو مقام وزارت امور خارجه آمریکا میگه، نامش رو افشا نکردن ولی بی بی سی انگلیسی گذاشته. البته نیازی نیست ایشون هم فقط بگه، الان تمام مقامات زیر دست آقای بایدن از آقای آنتونی بلینکن بگیر تا بقیه دیگه همشون دارن این سخنان رو بیان میکنن. بارها هم گفتم، وندی شرمن هم حتی
به نوعی دیگری این حرفا رو زد و ادامه میده، میگه این خواسته اینا منطبق به برجام بر برجام نیست، چرا که مطابق این توافقنامه آمریکا حق خود برای تحریم های ایران در موارد غیر هسته‌ای همچون حقوق بشر، تروریست یا مداخله در انتخابات آمریکا را برای خود محفوظ میدارن. اما همزمان باید تصریح کنم که ما علنا هم موضع خود را اعلام کردیم که حاضریم تمامی تحریم های وضع شده مرتبط با توافق هسته‌ای را لغو کنیم اگر ایران هم به طور کامل به تعهدات خود در این توافق بازگردد. میگه فقط ما یه سری تحریم ها کردیم سر هسته‌ای، اونم حقمونه، حقمون هم محفوظه، ولی میخوایم حل بدیم این بحث هسته‌ای رو بذاریم کنار، منت هم میذاره. ولی در ارتباط با تحریم هایی که در چارچوب حقوق بشر یا دخالت ایران در انتخابات آمریکا از نگاه خود اونا یا بحث منطقه‌ای اصلا اینا صحبتی نکردن. بعد تازه آخرش هم میندازه، میگه ما امیدواریم ایران نشانه های بزرگتری مبنی بر خواست ما برای بازگشت کامل به تعهداتش بروز دهد. تازه میگه ما امیدواریم ایران نشون بده که میخواد برگرده به مسیر برجام، یعنی ایران میخواد توبه کنه. اون وقت حسن روحانی انگار داره مثلا با یه سری بچه های مهد کودکی صحبت میکنه، مردم ایران مهد کودکی داره فرض میکنه. دوباره گوش کنید با چه وقاحتی این حسن روحانی حرف میزنه. بازگشت به تعهدات به معنای اون دینی و مصطلح ما توبه است. عجب. برای اجرای توبه آمریکا آمده توبه کنه، حلی من توبه داره میگه. این واقعا با ما شوخی داره میکنه. من تعجب میکنم یه همچین آدمی، یه ده به من میگن امید دانا توهین کرده به اسلام و فلان و گذشته. آقا کسی که میاد رک قبلا توهین کرده خیلی اصلح تر از کسی است که اینجوری داره کل دین و مذهب و باور و همه چیزتون رو به مسخره گرفته. شماها رو رسما انگار بچه کوچولویی توی مهد کودک نشستید. آمریکا اومده توبه کنه، آمریکا میخواد توبه کنه، میخواد جبران کنه. تازه همینم هم دروغ میگه، اگر راست بگه که خیلی احمقه، اون وقت باید بگیم که توبه گرگ مرگه. ولی الان که برمیگرده این حرفو میزنه اصل ماجرا دروغه، به خاطری که با مقامات آمریکا دیگه چجوری باید بیان کنن زیره. حتی رابط مالیشون که دیگه انقدر مثلا ظاهرا نشون میده که پلیس خوب داستانه، تیم مذاکره کننده آمریکاییاست، رابط مالی هم حتی همچین حرفایی نزده، چه برسه بقیهشون که دیگه سخنانشون مشخصه. اومده میگه آقا من میخوام توبه کنم، من میخوام برگردم به برجام. حالا چقدر راست میگه، چقدر در مقام اجرا وفادار به حرفش هست باید ببینیم. حالا الان نمیخوایم ما قضاوت نهایی بکنیم، ما قضاوت تا امروز رو داریم انجام میدیم. تا امروز این حالت رو ما داریم میبینیم که اون که ایران میگه مورد قبول افکار جهانیانه. این چجوری اینا رو میبینه که ما نمیبینیم؟ الان وزیر امور خارجه آلمان که اصلا حرفاش خیلی متفاوته، بوریس جانسون که سخنانش بسیار اتحادیه اروپا و تیم مذاکره کنندهشون حرفا بسیار متفاوته. چجوری تو تا امروز به این جمع‌بندی رسیدی؟ من موندم چگونه واقعا این به این جمع‌بندی رسیده. مقامات آمریکا هم که نگاهاشون کاملا روشنه. خیلی جالبه، الان فکر میکنم وزیر امور خارجه فرانسه بود، گفتش که ما تمام تلاش رو میکنیم که بازگشت به برجام تا قبل از انتخابات ایران صورت بگیره. یعنی رسما دارن میگن دیگه قراره یک بخشی رو فقط اوکی بکنن که اصلاح طلبا رو سپید باشن برای انتخابات 1400، چون میدونن که اگه اصلاح طلبا پیروز نشن و به یاری اهورامزدا ما یک رئیس جمهور اقتدارگرا داشته باشیم، بساط اینا برچیده خواهد شد. میخوان تا قبل از انتخابات 1400 دوباره همونطور که 20 دقیقه ای این قرارداد ترکمنچای دومو، البته قرارداد ترکمنچای هزاران مرتبه سگ شرف داشته به قرارداد برجام اینا، در مجلس آقای لاریجانی به تصویب رسوندن، دوباره همچین کاری بکنن، ما رو در آی فرصت سوزی نکنیم و عجله به داستان بدن، شتاب به داستان بدن و دوباره کشور رو ببرن زیر کلی هزینه های تعهدات گسترده که قراره به صورت نقدم دست به نقدم اجرا بکنن برای وعده های نسیهی که تازه اون وعده های نسیه هم اگر تحقق پیدا بکنن چیست؟ حق ماست، حق ما هم تازه وعده نسیه، یعنی حتی دشمن چیزی رو از آن خودشو نیورده. چون که ببخشید بحث برجام لوس شده، نه بحث برجام لوس نیست که بشینیم این صحبت ها رو بکنیم. فقط دوست دارم صحبت های آقای روحانی رو برجسته کنم. من نشستم دارم توضیح میدم چرا برجام نه، من چقدر دلم خجسته است.
ما میگیم آقا ما به تمام تعهدات برجامیمون برمیگردیم، در صورتی که آمریکا برگشته باشه و ببینیم در عمل هم داره اجرا میکنه. یک حرف منطقی ما میزنیم، ما حرف غیر منطقی نمیزنیم. صلح‌آمیز بودن فعالیت هسته‌ایمون رو با همین ندا به گوش جهانیان میرسونیم. ما گوش جهانیان منظور ببین همون 3-4 تا کشور غربیه. یعنی چی به گوش جهانیان ندای صلح خواهیمونه؟ یه دوباره گوش کنم. فعالیت هسته‌ایمون رو با همین ندا به گوش بودن فعالیت صلح‌آمیز بودن فعالیت هسته‌ایمون رو با همین ندا به گوش جهانیان میرسونیم. ما دنبال این نیستیم که فعالیت غیر صلح‌آمیز انجام بدیم. یعنی این واقعا فکر میکنه مثلا اگه قرار باشه جهانیان مثلا موضعی داشته باشن وای میسن ببینن اینا چی میگن؟ اونا خوب میدونن، همه این داستانا رو میدونن. وقتی که مقامات آمریکا علنا میان جلوی فرستادن ماهواره‌های ما رو برای مدار زمین میگیرن، حتی میگن ایران نباید دسترسی به علم هیچ موردی داشته باشه. شما دیدید الان یکی از همین خانمایی که مسئول مذاکرات بود گویا تحلیل این داستانا رو داشت در ایتالیا، برنامه 60 دقیقه بی بی سی دعوتش کرده، میگه متاسفانه ایران به علم هسته‌ای رسیده، اونو کاریش نمیشه کرد. یعنی رسیدن ما رو به یک علمی رو اینا برای خودشون فاجعه میدونن. بعد این مثلا فکر میکنه الان ما باید بریم به دنیا بگیم که آقا ما رفتارمون صلح‌آمیزه، بعد مثلا دنیا متوجه بشه. ابله، دنیا اون دنیایی که تو میگی 3-4 تا کشور فاتحان جنگ جهانی دوم، اونا متوجهن، تو متوجه نیستی، یا خائنی یا متوجه نیستی، اونا خیلی خوب متوجهن. نه همه این که گفتیم پروتکل الحاقی رو ما الان اجرا نمی کنیم، اینا موقته. گفتیم ما سانتریفیوژ های جدید و مدرن رو فعال می کنیم، اینا موقته. همه اینا موقته. اگر اونا به کل تعهدات برگردن، ما هم به کل تعهداتمون برمی گردیم و این مسئله بسیار بله، ما اسکل داستانی. هر زمان اونا خواستن یه ماژیکی بردارن، آقای ترامپشون رو ماژیک بنویسه بگه من از برجام رفتم بیرون، ما کلی دانشمند هسته‌ای، من واقعا بقیه صحبت اینا نمیتونم گوش کنم، ما کلی دانشمند هسته‌ایمون و اینا رو بیکار کرده باشیم، بعضیاشون رسیده باشن تا جایی که دیگه به شغل‌های دست پایین در کشور روی آورده باشن، اونایی که با شرف بودن، اونایی که یه مقدار دیگه ذاتشون خراب بوده الان شدن در همون صنایع هسته‌ای اسرائیل و آمریکا، اگر واقعا علم هسته‌ایشون بالا بوده استخدام شدن. اونایی هم که بالا نبوده، سه مورد رو من میشناسم که پیمانکار بودن تو بخشای هسته‌ای اینا، که خیلی جالبه هر سه مورد هم تو سوئدن، که هر سه مورد در سوئد ناماشون رو بگم بعضی هم شاید بشناسن، دوستای قدیمی تر ما، هر سه مورد یه سری خورده اطلاعات داشتن، خورده اطلاعاتشون رو فروختن به کشورهای غربی، بهشون اقامت دادن. اتوان یکی از این کسانی هم که میرفت از اینا آمار میگرفت سر مسئله هسته‌ای همین احمد رأفته که نیمه ایرانیه، مامانش ایتالیایی بوده. خب اینا داستاناشونه. اونایی که تخصص داشتن الان استخدام شدن، اونایی هم که تخصص نشن پیمانکار بودن اومدن اطلاعات رو فروختن، اقامت اروپا رو گرفتن. بعد پدر مملکت در اومده، کلی هزینه رو کشور مونده، حالا ما دوباره گفتیم که آقای آمریکا حالا که تو از برجام رفتی بیرون ما تعهداتمون رو دیگه انجام نمیدیم، دوباره شروع کردیم، گفتیم آقا یه دانشمند هسته‌ای دوباره جمع شید، فعالیت‌های نیروگاه هسته‌ای رو با جدیت بیشتری جلو ببرید. حالا آمریکا میگه نه نه، با جدیت جلو نبرید، بیایید. حالا من یه وعده‌ای نسیه، هنوز وعده‌ام نداده والله، حتی وعده نسیه هم الان بایدن نداده، اینا دارن قش میکنن. دوباره ما میگیم ای آمریکا برگشت، بی خیال شین، برگردیم برجام. انترمنته بگو با ما، به قول این یارو خرداریان میگفت من هر جا میشیدم میگم محمد پاشو برقص و اینا، مگه من منتری هم که برقصم؟ منتری غربی ها شدیم به خاطر که افسارمون افتاده دست یک رئیس جمهوری به قایت وطن فروش، ابله یا ساده یا ابله یا در حقیقت وطن فروش، که 100% وطن فروش وقی هم هست این آدم، خیلی وقیه. هیچی داره دوباره به دانشمنده هستیم و میگیم ببخشید اومدید دوباره شروع کردید، آمریکایی‌ها برگشتن به تعهدات برجام، برید دوباره سر کار. این دانشمنده هستیم و این همه تحصیلات کردن در حد فخری‌زاده، شاگردای فخری‌زاده منتری داستان شدن دیگه، منتر این شدن.
این حقیقته. منم این مرتی که اومده انگار داره برای ما قصه شنگول و منگول و حبه انگور تعریف میکنه. آمریکایی‌ها اومدن توبه کنن، میخوان توبه کنن. آخه چجوری واقعا این چجوری به این سازمان فکری میرسه که بتونه بیان بکنه اینو به بچه هم؟ الان بری تو مهد کودک هم بگی آمریکایی‌ها اومدن توبه کنن، این مدلی بگی بچه میگه مگه من بچه‌م که داری اینجوری صحبت با؟ به خدا تو مهد کودکم الان دیگه مربیای مهد کودکم این گونه با بچه‌ها صحبت نمی‌کنن که تو داری با ما ملت ایران اینجوری صحبت می‌کنی. آمریکایی‌ها اومدن توبه کنن. بچه‌های خوب کیا خوبن؟ بچه‌های خوب آمریکایی‌ها میخوان توبه کنن. یعنی نگاه کنین شرم‌آور نیست یا همچین بی‌شرافتی بشه رئیس جمهور مملکت؟ و چقدر ماها واقعا نادان هستیم در این حوزه که افتادیم به جون همدیگه به جایی که الان پشت سعید محمد وایسی. دوباره یک حرام لقمه ای وطن فروشی در سطح حسن روحانی رئیس جمهور نشه، افتادید به جان تنها شانس پیروزی واسه خودتون تحلیل های آبکی میدید. همین تحلیل آبکی شما عزیزان انقلابی بوده در تمامی این سالها در انتخابات ها رأی و در جیب دشمن کرده. اون دور امین‌نژاد هم که پیروز شدید، دور دوم، در دور اولی که به زور پیروز شدید و داستان داشت، دور دوم هم که دیدید کشور به آشوب کشید، بخشش گردن شما انقلابی ها بوده دیگه. الان به جایی که بیای پشت این جوان سعید محمد که بابا یه رئیس جمهور اصلاح طلب دیگه نداشته باشیم، شروع کردی تخریب کردن تنها گزینه شانستون و کلی فرافکنی میکنید، فرافکنی های زیاد و گسترده. آقای حی مشاور لاریجانی توهین میکنه به سعید محمد، سردار جوانی توهین میکنه، خبرگزاری فارس توهین میکنه، همه توهین میکنه. ما که جواب میدیم دیدید امید دانا اومده تفرقه بندازه. اینا هم فرافکنیه، اینا هم فرار رو به جلو، اینها هم در چارچوب مارپیچ سکوت و تحلیل های مهندسی شده. همین مونده بود که یه تعدادی این مخالفین انقلابی آقای سعید محمد بخوان ما رو مارپیچ سکوت کنن، بخوان ما رو تحلیل مهندسی شده ارائه بده. ما خودمون داریم تو این حوزه ها تدریس میکنیم، ما رو میخواید قربانی این چیزایی که تازه یاد گرفتید بکنید؟ خب حریف نمیشه. اینم نتیجهش. حالا با ما درگیر شید، انرژی ما به جایی که بشینیم این حسن روحانی رو نقد کنیم و بیایم الان بگیم آقا داستان چیست که دوباره یک اصلاح طلب وطن فروش مثلا من نمیدونم اصلاح طلبو چرا باید تایید سلایقه؟ هر کی اصلاح طلبه وطن فروش آقا محاکمه باید بشه. قربونتون برم، شب و روزگار خوش، همتون رو به خدای ایران میسپارم. خیلی ممنون که این برنامه رو توجه کردید، دل پر از درد بابت این جور مسائلی که داریم میبینیم و امیدوارم که یک مقدار خرد یارمون باشه و بتونیم در انتخابات 1400 بازی اصلاحات رو برای همیشه جمع کنیم. پاینده ایران، بدرود.